الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله علي ولي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز، شیعیان، اهل سنت، مسیحی، یهودی، زرتشتی و حتی خدا ناباوران محترم. بنده مصطفی محمدی هستم. این بار یکی از بزرگواران چند تا انتقاد اساسی به قرآن کریم داره و حرفش اینه که قرآن به درد عرب ها میخوره و اصلا ما ایرانی ها طبق همین کتاب مخاطب کلام خدا نیستیم. با هم ببینیم. آی مردم، این آخوندا گولتون زده، قرآن فقط مال عرب هاست نه ما ایرانی ها. باور ندارید خودتون نگاه کنید ببینید آیات 198 و 199 سوره شعرا: ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. و اگر آن را بر مردمی که عربی نمیدانند نازل میکردیم، محال بود که عجم ها آن را بفهمند و به آن ایمان بیاورند. بفرما، یعنی خود قرآن میگه عمرن غیر عرب ها بهش ایمان نمیارن. آخه عزیز جان، چرا چیزی رو که بهت انداختن رو یه نگاه قبلش نمیندازی، یه بررسیش میکردی، بعد اینطور محکم حرف میزدی؟ آخه تو که مرجع ضمیرها رو عشقی، به هر جا دلت خواست برمیگردونی، همین میشه دیگه. بیا یه بار دیگه با هم بخونیم آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو نزلناه، ببین هو برمیگرده به کجا؟ این قرآن. علی بعض الاعجمین فقرأه، یعنی این قرآن رو، علیهم ما کانوا به مؤمنین. آها، دعوا سر این هم، ضمیر هم تو علیهم، این ضمیر هم برام خیلی مهمه. این بابا چطور معنی کرد؟ گفت این هم برمیگرده به عجم ها. نه عزیز من، این هم برمیگرده به عرب ها. معنیش اینطور میشه، عزیز جان دقت کن: و اگر ما قرآن را بر بعضی از عجم ها نازل میکردیم و اون پیامبر عجم، خب مسلمان پیامبر عجم میشه دیگه، وقتی قرآن بر اون عجم نازل کردیم یعنی پیغمبر هم بس میشه عجم، و اون پیامبر عجم بر اونها، یعنی بر اعراب، این قرآن رو میخوند، اون عرب ها عمرن ایمان بهش ایمان نمی آوردن. این چجور معنی کرد؟ گفت نه آقا، اینو اگه بر عجم ها بخونی اینا ایمان نمیارن. نه عزیز من، داری اشتباه شما میگی. چرا؟ چون بیشتر این عرب ها خیلی نجات پرست و متعصبن و غیر خودشون رو آدم حساب نمی کنن. اومدی خار کنی اما ستودی بالام جان. اتفاقا آقا امام صادق علیه السلام هم ذیل این آیات روایت دارن که ببین خود ایشون عرب هستن و اما چقدر منصفانه میفرمایند: لو نزل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب، وقد نزل علی العرب فآمنت به العجم فهذه فضیلت العجم. اگر قرآن بر عجم نازل شده بود عرب ها به آن ایمان نمی آوردن، ولی قرآن بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد و این فضیلتی است برای عجم. دقیقا هم درسته. پس عزیز جان، مثل اینکه شما هم مثل بعضی از اون عرب های نجات پرست و متعصبی که فقط میگی باید پیامبرم مثل خودم ایرانی باشه، یا مثل اونا. وایسا آقا محمدی، اینو چی میگی؟ آیه 92 سوره انعام: و هازا کتاب انزلناه مبارک و مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى و من حولها. و این کتاب آسمانی است که ما نازل کردیم برای اینکه به مردم شهر مکه و اطراف اون هشدار دهی. یعنی آقا جان، فقط قرار پیامبر مکه و اطرافش باشی، نه ایران، نه کل جهان. دیگه آیه از این واضح‌تر عمرن نمیتونی جواب بدی آج آقا. خیلی شما باحالی داداش، این آیات در مکه نازل شده و حتی شبیه همین آیات در آیه 7 سوره شورا هم اومده که باز هم اون سوره مکیه و این برای مراحل اول تبلیغ دین اسلامه. خب انتظار دادی وقتی هنوز پیامبر تو مکه این همه دشمن داره و جونش تو خطره و هنوز حکومتی هم تشکیل نداده و پیروانش اندکه، آیه بفرمایید که ای پیامبر برو همه کشورهای اطراف رو انذار کن، شدنی اصلا؟ آیه داریم: و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر فک و فامیلت رو انذار کن. خب بگیم بله، طبق این آیه اسلام فقط مال فک و فامیلای پیامبره، نه بقیه اعراب. ها درسته؟ منطقیه؟ قرآن رو هم باید همه رو با هم بخونی عزیز من. اگه نخوندی که حق نداشتی اظهار نظر کنی. اگرم خوندی و خواستی حقیقت رو بپوشونی که دیگه معلومی چی هستی. این آیه ها رو خوندید؟ آیه 19 سوره انعام: لانذرکم بهی و من بلغ. هدف من این است که همه شما و کسانی را که سخنم به آنها میرسد را با قرآن انذار کنم. کی؟ همه کسانی که بهشون سخن قرآن میرسه. آیه 90 همون سوره: این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن وسیله تذکر جهانیان است. بیا للعالمین، آقا برای همه جهانیان. آیه 158 سوره اعراف: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگو ای مردم، من رسول خدا به سوی همه شما هستم. نفرمود یا ایها العرب، همه مردم. آیه اول سوره فرقان: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. جاوید و پر برکت از خداوندی که قرآن را بر بندهش نازل کرد تا همه جهانیان را انذار کند. دیگه تیر خلاص رو بهت زد. للعالمین نذیرا. پس خواهشن یؤمن و ببز و یکفر و ببز نباش و از جهل مخاطبت سوء استفاده نکن عزیز من. حاج آقا، پس آیه چی میگه؟ آیه 3 سوره فصلت: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کتابی آسمانی است که آیات آن به تمام جزئیات بیان شده در قرآنی عربی برای مردمی که عربی میدانن. ها
قرآن و اسلام برای عرب زبان هاست، نه فارسی زبان ها. خودش گفته دیگه، این خیلی واضحه دیگه، ببینید خودتون ببینید. عزیز جان چرا از خودت آیات رو ترجمه میکنی؟ لقوم یعلمون یعنی چی؟ یعنی قومی که عربی میدونن؟ خب چه کاریه؟ یعنی عرب ها نمیدونستن که قرآن عربیه و فکر میکردن به زبان چینیه، تا اینکه قرآن خودش گفت من عربی ام و فقط عرب ها منو میفهمن. نه عزیز من، منظور از جمله لقوم یعلمون اینه که تنها اهل علم و تقوا از اون بهره مند میشن، و منظوری نیستش که فقط اونایی که عربی میدونن ازش بهره مند میشن. بعدش هم با این همه ایرادات واهی که جوابش رو دادیم، شما دقت نکردی که بعضی از بهترین یاران پیامبر غیر عرب بودن. سلمان فارسی، ایشون نفهمیدن که قرآن مال عرب هاست، پس چطور ایمان آوردن؟ بلال حبشی مال کجاست؟ برای عربستانه. صهیب مال کجاست؟ مال روم. یهودیان و مسیحیانی که عرب نبودن، اونا واسه چی ایمان آوردن؟ مگه اسلام مال عرب ها نبود؟ راستی اگه اسلام مختص عرب هاست، چرا پیامبر برای کشورهای اطراف مثل روم و ایران و مصر و حبشه نامه فرستادن و دعوتشون کردن به اسلام؟ 1400 ساله هیچ کی نفهمیده و شما تازه این حقیقت مخفی رو کشف کردی. واقعا خسته نباشی. چرا؟ چون به شدت متعصب و نجات پرستید. لامصب حداقل یه ذره آمریکایی و اروپایی باشید. اونا اغلبشون مسیحیان، با اینکه حضرت مسیح مال خاورمیانه است.